سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارگمان در همه جای جهان. درودی ویژه تر دارم محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک، برنامه امشب چهارشنبه 16 تیر ماه ایرانی برابر با 7 ژوئیه یا جولای 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب از مطبوعات چاپ تهران. 16 تیر ماه گفتم و تا 18 تیر ماه یادمان 18 تیر ماه تاریخی در سال 78 تنها 48 ساعت بیش باقی نمانده. امیدوارم که بتونم در 18 تیر نیز خدمت شما باشم و به ناگفته هایی در آن روز تاریخی، یک انقلاب عظیم، انقلاب گونه بود البته، قیام دانشجویی رو به بحث و بررسی بشینیم. خب روزنامه های امروز چند موضوع رو بر صدر مطالب خود انتخاب کرده بودند، به بحث نشسته بودند. مقوله ابراهیم رئیسی و در واقع چیدمان کابینه، فشارهایی که از سوی جناح راست علیه دولت روحانی در روزهای باقی مانده در مقوله قطعی برق به چشم می آمد که گویی نشانهای امنیتی داشت از منظر برخی از روزنامه ها که هدفمند دارن به سمت می برن که مثلا روحانی رو تا روزهای باقی مانده هم شده به نحوی زنها محاکمه کنن. علی ای حال من با این مقدمه بسیار کوتاه که البته بایستی واکسیناسیون و عدم واکسن به هنگام ایرانیان از یک سو و اوجگیری ویروس های جهشیافتهی با نام دلتا در سوی دیگر به آن هم خواهیم پرداخت. خب نگاهی خواهم داشت به روزنامه ها. روزنامه آرمان ملی رو میبینم که گزارش یک خود و تحت عنوان نارضایتی مردم ابزار جناحی تا این حد اشاره میکرد به بخش از اظهارات آقایان رائفی پور و دوستانشون که معتقد بود که اینها با انتشار توییت‌های مشخص با خدهی نهادها و نهله‌های امنیتی برای برخورد قضایی با دولت روحانی در روزهای باقی مانده دولتش مسیر رو به گونه‌ای دارن طراحی میکنن که به اصطلاح اعتراضات خیابانی رو سمت و سوی اعتراضات بنزینی بدهند. یک اشارتی هم میکرد به مقوله دی 96 که خب به یاد داریم که دی 96 قیام پابرهنگان و گرسنگان بود که خب خسته از فضای مشقتبار معیشتی کشور تظاهرات سراسری رو راه اندازی کرده بودن. البته همان زمان اشارت هایی میشد مبنی بر این که گروه های دسترسی مثل علم الهدا و طیف های تون روی این جناح در مشهد ماجرا رو کلید زده بودند، اما از دستشان خارج شده بود و به کل کشور رسید که خب دیگه اصل نظام و رأس نظام بالاترین میزان هدف قرار گرفته بود. علی ای حال این مقوله اخیر که آقای رائفی پور و دیگر دوستانشان با انتشار توییت های مثل قطعی برق مردم رو مستعصل درمانده و عصبانی کرده، اوضاع طبیعی نیست، ظاهرا قرار است دوباره مردم رو مانند آنچه که با طرح بنزین و آبان 98 کردند آسی نموده و به خیابان ها بکشانند. محاکمه مسئولان ناکارآمد دیگر توییتی بود که این روزنامه به برخی از این تندروها مثل رائفی پور اشاره می کرد که قصد به صحنه کشاندن شهروندان ایرانی رو به خیابان ها دارند. در بخش دیگری از گزارش روزنامه آرمان که به نحوی از آنها نزدیک هست به دولت روحانی اظهار نگرانی شده بود که گویا نهادها و نهله های امنیتی با خدهی های از این دست قصد محاکمه آقای جهانگیری معاون اولی رئیس جمهور و شخص حسن روحانی رئیس جمهور ایران رو دارن به تعبیری. یک گزارش دیگری رو میبینید که اصلاح طلبی خواست ملی شده به نقل از آقای ابتهی در صفحه یک روزنامه آرمان به انتشار رسیده بود که البته خب بسیار جای تعجب هست که اصلاح طلبی عملا با این انتخابات اخیر کاملا رسوا شده و گفتمان های درون حکومتی هر گونه خانش های تغییر در ساختار جمهوری اسلامی که به نحوی از آنها مربوط به همون سیستم داخلی جمهوری اسلامی باشه از سوی مردم پاسخ منفی گرفته. اما خب برخی از اصلاح طلبان قصد دارند که با توجیه مسائل و موضوعات خودشون به نحوی خود رو از اون به تعبیری سفره سیاست حالا و قدرت دور نسازند و گمان میبرند که مردم کماکان نیم نگاهی به اینها دارند. هرچند گفتمان اصلاحات فی نفسه اصل مطالبه و گفتمان در
مسیر تغییر خواهی خب مردنی و به انتها رسیدنی نیست، اما این اصلاح طلبان حکومتی که مدعی بازسازی گفتمان اصلاحات هستند خوب و نیک دریافتند که پایان ظرفیت های اصلاحاتی در ایران پدیدار شده است. خب روزنامه آسیا رو یک نگاهی میاندازم که بسیار به موضوعات اجتماعی نگاه عمیقی دارد. هر دو موضوعش اجتماعی برام قابل توجه بوده. در گزارش یک خود تحت عنوان 23.9% از جمعیت شهری در زاغه ها به گزارشی از دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد اشاره داشت که جمعیت حاشیه‌نشین ایران حدود 14 میلیون، یعنی تقریبا 23% خواهد بود که 14 میلیون نفر میشه و آمار بسیار بالایی است که این حجم حاشیه‌نشین و زاغه نشین داریم. گزارش دیگه روزنامه آسیا برای من قابل توجه است که قبل از اینکه به جهان پرستیز سیاست همیشه نگاهی زیاد بیاندازیم، یک موضوعی است که شما رو میبینید، افزایش آمار ازدواج دختران زیر 13 سال به خاطر وام ازدواج که واقعا تکان دهنده است که عملا مدلی از فقر فراگیر و دختر فروشی رو نظام فقها باب کرده. حسب این گزارش محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش گفت که در ازدواج سنین پایین به ویژه دختران زیر 13 سال هر سال آمار افزایشی داریم که شاید یکی از دلایل آن تسهیلاتی است که برای ازدواج در نظر گرفته می شود و هر سال هم افزایش پیدا می کنند، که خب یک خبر بسیار خوفناکی است که جامعه ای رو با اقتصاد صدقه ای مدیریت کردن، مردم رو چنان متنزل و نازل کردن که ناگزیر شوند دختران کم سن و سال خود رو به خاطر دریافت مبلغی وام از بانک ها برای رهایی از وضعیت بحران زده خانوادگی خیش کودکان دختر خود رو زودتر از موعد و زودتر از سن قانونی در بین 9 تا 12 سال به شوهر بدهند یا به تعبیری ازدواج اجباری رو بر اونها تحمیل کنند که عملا مصداق کودک آزاری و کودک همسری در هزاره سوم هستش. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. حسن روحانی گویا از ایرانیان عذرخواهی کرده به خاطر قطعی برق تمامی روزنامه‌های چاپ تهران با آن پرداخته بودند. شما الان میبینید آقای رئیس جمهور پاسخگو باشید، عذرخواهی نمیخواهیم. البته این روزنامه نظر به اینکه تقریبا نزدیک هست به طیف آقای روحانی و اصلاح طلبان چنین انتقاد کرد که البته انتقادش هم درست بود، یک نیش بسیار گزنده هم زد که الان شما تصویر رو دقت کنید، بالای سر آقای روحانی و دیگر مقامات همراه ایشان دو کولر گازی نصب شده که اتفاقا این مرتوجه این روزنامه واقع شده بود. نوشت که برای یک سخنرانی کوتاه روحانی دو دستگاه کولر گازی برایش تهیه میکنند. آن موقع وی دم از صرفه‌جویی میزند. آیا رئیس جمهور در چنین شرایطی خبر از تشنه بودن و گرما زده شدن مردم دارد؟ که نقدی بود به مدیریت حسن روحانی در عدم توان خود برای کنترل قطعی برق بحران بیشماری ایجاد کرده. همین روزنامه یک گزارشی به عنوان آنفولانزای خشم داشته که اشاره داشت حال جامعه و مردم ایران خوب نیست، آستانه تحمل مردم بسیار پایین اومده، گویا در آستانه اعتراضات به نارضایی های موجود هستند. البته در شهر شبکه ها هم این موضوع به تحلیل و بررسی گرفته می شود که آنفولانزای خشم و خشم انباشتگی در ایرانیان کاملا پدیدار است و حتی برخی از ارکان نظام رو به تعبیری به پیشندیشی برای مهار خشمهای اعتمادی و اعتراضات سراسری در پی اعتصاب کارگری و دیگر اعتراضات برانگیزد. یعنی جمهوری اسلامی و نهله‌های امنیتیشون در صدد مهار و پیشندیشی و اتخاذ مکانیزم‌های لازم برای چگونگی مواجهه با اعتراضات سراسری احتمالی هستند. تنها خبری که در حوزه دیپلماسی منطقی برام قابل توجه مینمود روزنامه ابرار بود که به نقل از سخنگوی دولت ایران گفت که پیشرفت‌هایی در گفتگو با عربستان به دست آمده. خب همون گونه که شما آگاه هستید مقوله عربستان و بحث هسته‌ای ایران و روی کار آمدن دولت بایدن همگی یک ارتباط مشخص و مستقیمی دارد. آغازگر این برهمزنی ارتباط با عربستان بعد از مقوله سفارت سوزان بوده که توسط گروه‌های تندرو در جمهوری اسلامی در مشهد و تهران شروع شده بود، که طبیعی بود هر دولتی باشد به هر روی رابطه رو تعدیل و تقطیع یا قطع می‌کند، که خب این مقوله بود که برای جمهوری اسلامی هزینه‌های سنگین رو در پی داشت و ناگزیر شدند با هزار پیغام و پسغام در کشورهای منطقه به نحوی از آنها بکشند که بتوانند مسیر آشتی با عربستان رو
باز نگه دارن که به هر روی مقوله نفت و اوپک و سهم‌های مشابه در منطقه از جمله عواملی است که لازم دیدن در راستای تأمین منافع ملی خود با گفتگوی با عربستان محقق کنند و آن را راه تازه بیابند و بگشایند. ابرار اقتصادی هم به مقوله برق اشاره کرد. مأموریت ویژه برای حل معضل قطع برق دستور دادستان تهران رو برای پیگیری قطعی های برق برجسته کرده بود که در گزارش های قبلی گفتم. اما از جمله موضوعات بسیار مهمی که می دیدم خیلی از روزنامه ها با آن پرداخته بودن، روزنامه های عمدتا نزدیک به دولت و موسوم به و منتسب به جبهه اصلاح طلبان، هواپیمایی اوکراینی بوده که کیفرخواست 200 صفحه‌ای برای 10 متهم هواپیمای اوکراینی منتشر شده که روزنامه ابتکار، مردم سالاری و خیلی از روزنامه‌های دیگه و آن پرداخته بودند. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به پرونده هواپیمای اوکراینی گفت که در این پرونده برای 10 متهم کیفرخواستی مستدل و مستند در 200 صفحه صادر شده که تصمیم نهایی درباره آنها با دادگاه است. آقای شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در بیان جزئیاتی از پرونده این سقوط هواپیمایی گفت که پرونده این سانحه ناگوار در دادگاه نظامی تهران در حال رسیدگی است. ایشان اشاره داشت تحقیقات به عمل آمده درباره این پرونده چه به لحاظ فنی چه به لحاظ حقوقی بدون هر گونه غلو و بزرگنمایی به اعتقاد کارشناسان در نوع خود در میان سوانح هوایی دنیا اگر نگوییم بی‌نظیر بدون شک کم نظیر بوده. بله قطعا کم نظیر بوده که دولتی، نیروهای نظامی مسلح رسمی کشوری با براشفته سازی محیط فضای ایران و با آگاهی بر این که حملات احتمالیشون به عراق به پایگاه های امریکا حق دفاع مشروع امریکا رو برقرار میسازن و صدور هواپیما رو به تعبیری صدور پرواز هواپیمای اوکراین رو بلا مانع میدانن، طبیعی است که خود موشک میزنن. کم نظیر که بی نظیر است اتفاقا، بی آنکه سردار حاجی زاده یا یک سردار نظامی به تعبیری برکنار شود یا عذرخواهی کند که معطوف به خروع اخراج برکناری باشد. درست صحنه 18 تیر ماه رو به ذهن کسانی چون من متبادر می کند که زدند و کشتند و بردند و شبانه دانشجویان رو از پشت بالکن ها به باغ ها و خیابان ها پرتاب کردند. آخرالامر بعد از اون همه خسران به دانشجویان گفته شد که سربازی از سر کیف و تفنن ماشین ریشتراشی رو سرقت کرده بود و همه چیز به تعبیری در کیفرخواست آقایون نظامی، چون سردار نقدی بود، فرهاد نظری، همه و همه تبرئه شده بودند. صحنه صحنه کوی دانشگاه است که همه اینها در مجامع بالادستی که آقای رهبری میفرماید تصمیم سازی در اون سطوح صورت میگیرد، فرمان در اون سطوح صادر شده بود. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم. با دیگر مطالب منتخب اخبار صنعت رو میبینم که باز از عذرخواهی روحانی از مردم نوشته بود. یک مطلب مسکن رو برجسته کرد که 40% جمعیت ایرانی مستأجر هستند، که البته خبر به غایت تلخی است که کشوری با این سطح مساحت و با این ادعای زیرساختارهای مسکن و مسکن مهر، میبینیم 40% شهروندان این کشور به تعبیری مستأجر هستند. همزمان روزنامه آذربایجان رو میبینم که در گزارشی تحت عنوان مسکن ملی و وعده های توخالی از خانه های ناتمام و نیمه تمام و کم بهره و بدون کاربری های مسکنی ساخته شده موسوم به مسکن مهر گله میکرد که شهروندان هستن بیشمارانی که حتی پول هایی که پرداخت کردن صاحب واحد های مرتبطه نشدن و کماکان بعضن که ساکن شدن حد اقلی از امکانات لازم رو در اون مسیر ندارند. پشت پرده خاموشی ها عنوان گزارش روزنامه اعتماد هست که بسام خیلی از روزنامه های دیگر به تحلیل نقش برخی از نهادهای دیگر اشاره می کند. البته روزنامه اعتماد به گونه دیگر گفت، روزنامه های دیگر به گونه دیگر گفتن. برخی از روزنامه ها به نقش نهادهایی یا اصلا به دولت استناد می کنند که می خواهد کشور را به بحران بکشاند. عده ای از روزنامه های دیگر به نقش ماینینگ یا ماینرها و دستگاه های تولید بیت کوین یا رمز ارزها اشاره می کردند که امروز باز مجدد می دیدم تو کرمانشاه گفتن 40 دستگاه ماینر رو گرفتن و همگان می دانند که مزارع یا فارم های ماینینگ یا تولید سکه های رمز ارز بیت کوین همگی تحت اختیار نهاد نظامیان سپاه پاسداران هست. اما اعتماد در پشت پرده خاموشی ها این گونه گمانه زنی می کرد که گویا تولید کنندگان برق یک هدف بزرگ رو دنبال می کنند و آن افزایش قیمت برق هستش.
حال اینم میتواند نکته باشد در نظام مافیا سالاری که هر کس سمت و سویه خیش را برای دستیابی به سهم و سود خیش میگیرد. روزنامه افکار اما در گزارشی تحت عنوان صنایع بزرگ به سمت خودتأمینی برق بروند، عملا مراکز تولیدی و صنعتی ایران رو به نحوی از آنها ملزم میکرد که خود بایستی راهکارهای بیاوند به تولید برق و کارشون انجام دهند. حتی دیدم روزنامه جهان صنعت همون گونه که شما ببینید صریحا اعلام میکنه که خیلی از مراکز تولیدی و صنعتی که برق شاکله و لازمه چرخیده شدن چرخ کارخانه هاشون هستش، عملا کارخونه ها به تعبیری تعطیل شده و کارگران به تعطیلی اجباری رفتن. این در حالی است که در حوزه کرونا هم شاهد این مسئله بودیم. روزنامه رسالت از مرخصی اجباری و بسته شدن مغازه های کارگران و به تعبیری مغازه‌داران اشاره می‌کرد که عملا ایران در تعطیلی به سر می‌برد و گویی یا انگار دولت و نظام و ساختار سیاسی بر اون کشور حاکم نیست. همه اینها در حالی است که در مقوله واکسن بسیار شعار می‌دهند و ادعا می‌کنند که چنین و چنان می‌کنیم. من در تصاویر از صدا و سیما جمهوری اسلامی می دیدم که مدعی شده بودند، خبرنگار صدا و سیما با نام آقای کیایی گفته بود که در این کارخونه به تعبیری داره واکسن تولید میشه. یه مصاحبه گرفت، من خوب دقت کردم، دیدم اصلا از صحنه اون کارخانه، از محل تولید واکسن تصاویر واقعی نیست، همه رو از یک نمایشگر نشان میدهند که شما الان میبینید. از لحظه ورود خبرنگار تا انتها تماما عمده تصاویری که منتشر شده تصاویر آرشیوی است. گویا چنین کارخانه ای عملا وجود خارجی نداشته. همون گونه که تاکید کردم با مدیر عامل مرتبط صحبت میکرد. یه خبرنگار محتملا امنیتی است، از خبرگزاری فارس یا باشگاه خبرنگاران جوان رو فرستادن اونجا که با نشان دادن تجهیزات فوق پیشرفته کاری که در حوزه هسته ای میکنن، شهرک موشکی میکنن، ادعا دارن که خب کاری که در کار کرونایاب مستعان کرده بودن. و اینجا همینطور شما اگر به لحاظ فنی به تصاویر دقت میکردید، هیچ گونه به تعبیر امکان اینو داشت که با پوشش مشخص وارد اون مجموعه بشود در فاز تولیدی و به نمایش بگذارد، گفتگوی کوچکی بگیرد، در حالی که تمام تصاویر از پشت یک مانیتور نمایش داده شده بود که گویا تصاویرم احتمالاً آرشیوی از نهادی جای دیگر بوده. خب همه اینها در حالی است که قطعی فراگیر برق رو اقتصاد آینده برجسته کرده و آقای اردکانیان وزیر نیروی روحانی با آقای رئیسی دیدار کرده و تحت عنوان نخستین دلواپسی رئیسی تیتری به غایت هوشمندانه انتخاب کرده بود، از جمله اینکه خب ابراهیم رئیسی رو در زمره دلواپسان قرار داده بود و با بکارگیری واژه نخستین دلواپسی رئیسی از اون منظر خط و ربط و فکر رو از دلواپسان به ایشان اشاره میکرد. اردکانیان هم خب خودش یک زمینه و منظری دارد، از لحاظ سیاسی تکنوکراتی است، تا حدودی به هر روی نزدیکترین عنصر تکنوکراسی به حوزه کارگزاران تا جایی که این حقیر شناخت داشتم، چرا که دیدم امروز خیلی از روزنامه‌های دسترسی مثل جوان هم به ایشان حمله کرده بودند و خیلی از روزنامه‌های دیگه، حتی وطن امروز. و ایشون گویا قبل از اینکه خود به دیدار رئیسی رفته باشد از سوی آقای رئیسی احضار شده باشد، چون این چیزی هم محتمل هستش. الو ایاحال، خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با سایر مطالب منتخب. رسیدیم به کرونا و قوغا در سیستان و بلوچستان که روزنامه اطلاعات به این موضوع پرداخته که شما میبینید تلاش کادر درمان استان سیستان و بلوچستان در موج پنجم کرونا عنوان روزنامه اطلاعات بود. همینطور روزنامه ایران تریبون دولت نیز به همین موضوع پرداخته تحت عنوان سایه دلتا همچنان بر سر سیستان و بلوچستان که بوی خون و خاک و مرگ تمام استان سیستان و بلوچستان رو فرا گرفته. ویروس دلتا جهش یافته تر ویروس هایی است که تاکنون از چین و انگلستان اومده. در واقع نخستین بار شروعش در هند بود و شیوعش الان در تهران شده. گویا تهران رو کاملا دارن قرنطینه میکنن، اجازه خروج رو به شهروندان تهرانی به سایر استانها رو نمیدن. روزنامه های زیادی در این حوزه هم دیده بودن مطلب زده بودن. نکته بسیار مهمی دیگه ای که در قوقای ویروس دلتا در سیستان به چشم می آمد، صدا و سیما جمهوری اسلامی با انتشار تصاویری از مراکز واکسن زدن ادعا میکرد که همه چیز امن و امان است و به آرامی واکسن توزیع می شود و چقدر مراکز واکسن خالی از جمعیت است، یعنی به همه به راحتی رسیده.
از یک سو چنین ادعایی رو میبینیم، از یک سو تصاویری از استان سیستان و بلوچستان به دست شهروندان میرسد که همه مرگ است و همه میر هست و همه درد. ما ببینیم لحظه تصاویری از صدا و سیما رو که مدعی هستن واکسن ها با آرامش خاطر کاملا داره برای همه سالمندان توزیع میشود، به گونه که صندلی ها خالی است و همه چیز آرام. خب گوشه ای از گزارش صدا و سیما رو برای شما آمدانه انتخاب کردم که نشان دهم ادعاهای رسانه های رسمی تحت امر رهبری ایران مبنی بر خوب بودن اوضاع، به تعبیری مراکز واکسیناسیون کاملا خالی از جمعیت است، همه با یک پیامک بسان لس آنجلس و نیویورک و ونکوور و تورنتو و لندن میرن مثلا واکسن میشن میان خونه هاشون، فارغ از اینکه سیستان و بلوچستان و بوشهر و جاهای دیگه هم جایی از همین ایران عزیز است. با همین نکته که گفتم روزنامه اصلویه رو میبینیم که یک شهروند خسته از گرما رو نشان میدهد با عبارت تابستان داغ و بیبرقی در بوشهر، حق پایتخت انرژی کشور این نیست. عبارت تابستان داغ خب مفهوم خیلی خاص خود رو دارد، میتواند از تابستان داغ همون پروژه تابستان داغی که دولت امریکا در یعنی دولت ترامپ در راستای فشار حد اکثری و فلج کننده تحریم ها شرایط رو برای افزایش نارضایتی شهروندان ایرانی مهیا می کرد که تا شهروندان به خیابان ها بیایند و حق خیش از حاکمان بخواهند، تابستان داغ جدایی از بار معنایی اون گرما رو که میده تفتیدگی آب و هوا رو بیان می کند، اما اون معنا رو در دنیای روزنامه نگاری می توان وام گرفت. پایتخت انرژی کشور طعن آمیز بود بار دیگر به گمان این جانب، چرا که مثلا ما میگوییم شیراز پایتخت ادبی فرهنگی ایران هستش به علت حضور حافظ و سعدی عزیز، یا همینطور اصفهان پایتخت تاریخی فرهنگی دیگر ایران هستش، بوشهر رو بدین روی پایتخت انرژی مینامند که سالیان است روسیه قرار بود نیروگاه اتمی بوشهر رو برای نظام فقها راه اندازی کند، فقط پول گرفت و کماکان به حال خیش رها کرد و نه از تاک نشان است و نه از تاک نشان، کماکان اما پول به کیسه کرملین ریخته می شود. همه این خبرها و نظرها در حالی است که از رویای واکسیناسیون نشریه پیام ما می نویسد در سوی دیگر زیست بوم ایران هر روز در آتش بی تدبیری مدیران می سوزد، چنان که می بینید جنگل می سوزد، چاره جز تماشا نداریم. که اشاره داشت به آتش سوزی ها در بخش های از کردستان ایران، دریاچه زریوار و همینطور بخش های از جنگل های حوالی پاوه، اشاره داشت که نهادهای غیر انتفاعی نان پرافیت اورگانایزیشن یا NGO ها، همینطور نهادهای مردم نهاد که در حوزه محیط زیست تلاش میکنند، سریع هم گفتن که برای فرونشاندن این آتش ها به بالگرد لازم است، که خب قطعا هیچ نهاد نظامی چنین امکاناتی رو در اختیار اون شهروندان به طور مشخص قرار نخواهد داد. خب مطلب خیلی زیاد هست، خیلی دوست داشتم که به مطالب دیگر هم اشاره کنم، اما مایلم همون گونه که در مقوله افغانستان این روزها بحث بسیار زیاد هست و گویا لایه‌های دستراستی جمهوری اسلامی که خود مشغول برقراری و ایجاد و راه اندازی حکومت اسلامی هستند میخواهم به طالبانی ها در افغانستان مشروعیت بدهند، که گفتم موجب رنجش خاطر بسیاری از شهروندان افغان شده. در این راستا میبینم که روزنامه خراسان بار دیگر در گزارشی تحت عنوان چشم های نگران مردم افغانستان از پیشروی و تسخیر و تصرف گروه طالبان در شهر به شهر افغانستان نکته هایی تازه میگفت. دیروزم که میدیدیم برخی از روزنامه ها اشاره میکردن که دیگر این طالبان اون طالبان نیست که 4 خبرنگار جمهوری اسلامی رو کشتن در مزار شریف، این طالبان طالبان اصلاح شده است، گویی یا میخواهن اصلاح طلبی حکومتی داخل جمهوری اسلامی ایران رو به سایر کشورهای همسایه هم به نحوی از آنها منتقل کنند، در حالی که خود منتقد هر گونه اصلاحات هستند، اما برای افغانستان محتملان میخواهند با نسخه اصلاح طلبی حتی طالبان رو به مردم افغانستان به مثابه حکومت اسلامی ثانی در منطقه به جان آنها تحمیل کنند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه‌های از هر روز ایران در ایران فردا، بامداد و شنبه بدرود.